برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام از انتشار کتاب شکرن للعراق خبر داد. این دومین کتاب از سلسله کتاب‌های المصباح است و برای قدردانی از تمامی تلاش‌ها در اقامه شعائر حسینی منتشر شده است. کتاب شکرن للعراق شامل بیانات آیت الله العظمی سید صادق حسین شیرازی و قدردانی‌های ایشان از هیئت‌ها و شخصیت‌های عراقی بابت تلاش‌های ایشان در احیای شعائر حسینی مخصوصاً زیارت اربعین می‌باشد. احمد مازی رئیس بخش رسانه مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام اظهار داشت این کتاب به صورت رایگان در بین مواکب و مجموعه‌های خدمات رسان و میهمانان مؤسسه مصباح و مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام توزیع می‌شود. سازمان علمی فرهنگی ملل متحد یونسکو گفته است که برابری جنسیتی یک اولویت جهانی در این سازمان است. یونسکو روز شنبه 13 مرداد در گزارشی گفته است که در حال حاضر در سراسر جهان 122 میلیون دختر و 128 میلیون پسر از تحصیل بازماندند. در همین حال یونسکو خواستار توجه به برابری جنسیتی در سراسر سیستم آموزشی در رابطه با دسترسی، محتوا، زمینه و شیوه های آموزشی و یادگیری و فرصت های زندگی و کار شده است. این گزارش یونسکو در حالی است که طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان درهای مدارس را به روی دختران بالاتر از کلاس ششم بستند و با گذشت 3 سال از ادامه ممنوعیت هیچ اقدامی برای بازگشای آن صورت نگرفته است. امارات متحده عربی از کشف فعالیت‌های یک سازمان سری وابسته به اخوان المسلمین خبر داد که آنها را در زمره سازمان‌های تروریستی قرار داده است. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از شرق الاوسط، امارات متحده عربی از کشف یک سازمان سری در این کشور خبر داد که توسط اعضای فراری سازمان دعوت الاصلاح وابسته به اخوان المسلمین شاخه امارات تشکیل شده بود و به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر فعالیت می‌کرد. شایان ذکر است امارات این سازمان را در زمره سازمان‌های تروریستی طبقه بندی و در سال 2013 دستور انحلال آن را صادر کرده بود.